سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. یه سوال میخوام ازتون بپرسم. به نظرتون بیشترین انرژی در دنیا و بیشترین سلطه بر انرژی در دنیا متوجه کدوم گروهه؟ اگه بخواید مثلا یه گروهی رو اسم ببرید، آقا آمریکاه، محور مثلا عبری عربیه، مثلث عبری عربی غربیه، چیه؟ دست کیه؟ دست ایران مثلا ممکنه باشه؟ آقا ایران که مثلا جغرافیش که جغرافیای محدودیه، تحلیلگر نمیتونه دست ایران باشه که. حالا اگه دست ایران بود چی؟ مثلا به واسطه ای در داخل ایران و فرامرزهای ایران این کشور و یارانش بران تسلط داشته باشن. اگر همچین چیزی اتفاق افتاده باشه، یعنی ایران و یارانش بر سرمایه های عالم مسلط باشن. حالا امام حسین ترسناک، پهباد ترسناک، موشک ترسناک، یارا ترسناکن. اینکه شبکه پهبادی توی منطقه را میندازی فاجعه است، از ترسناک اونورتره. موشکهات رو به حماس رسوندی، به حزب الله رسوندی، به فلان رسوندی، دردناکه و چیزی از این بدتر نمیتونه باشه. همه اینهایی که من برای شما گفتم همش اتفاق افتاده. ما در یک فضای بسیار گرگومیش قرار گرفتیم. بعضی از اتفاقا برای ما خیلی مثبته، بعضی از اتفاقا خیلی منفیه. تو این فضای گرگومیش اگر بخوایم صریح صحبت بکنیم، بعضی از اتفاقا به شکل غیر قابل باوری در راستای منافع ایرانه. مثلا در این حد که ایران و یارانش پولدارترین انسان‌های روی کره زمین باشن. پس چرا انقدر بدبختی داریم؟ چرا انقدر فقر داریم؟ میریم جلو با هم بررسی خواهیم کرد. همش رو با هم بررسی خواهیم کرد. من میخوام برم سراغ یک گزارشی که این مربوط به 15 سال پیشه. این گزارش رو وقتی بررسی بکنیم میفهمیم چرا امام حسین رو دارن فحش میدن تو فضای مجازی، چرا به عاشورا حمله میکنن، چرا انقدر از حزب الله متنفرن، علیهش نفرت پراکنی میکنن، چرا انقدر از حماس خشمگینن. میگه ما قبلا میگفتیم که هلال شیعی رو جمعش بکنید، هلال شیعی رو جمعش بکنید. دور تا دورش اومدیم، شبکه راه انداختیم، دیدیم بابا یه نفری که این سنیه، این اصلا ربطی به اینا نداره، این بلند شده رفته شده رفیق فابریک اینا، با هم دارن یه کارهایی میکنن در فلسطین اشغالی. و اصلا اتفاقاتی رخ داده که مهمتر از همه اونها اینه که اینا مرز همکاری شیعه با شیعه رو شکستن و رفقای سنی رو وارد بازی خودشون کردن. آقا حالا اینها رخ داده باشه چیه؟ مشکل شما دقیقا چیه؟ میگه که اون نقاطی رو که ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم ایرانی‌ها و یارانشون خیلی تعدادشون به نسبت جمعیت عالم و به نسبت جمعیت مسلمان ها زیاد نیست، ولی روی نقاطی اینها سوار شدن و اشراف پیدا کردن که این نقاط به لحاظ مالی مهمترین نقاط دنیاه، به لحاظ استراتژیک حیثیتی ترین نقاط دنیاه. ماجرا خیلی داره خاص میشه، درسته؟ مقصر اصلی کیه؟ اینکه ایران توی این داستان مستقر شده، یارانش مستقر شدن، حزب الله اومده کار ریشه‌ای کرده، حماس فلان کرده، مقصر کیه؟ یه مقصر به ما معرفی کنید ما بفهمیم که غرب در این ماجرا چه کسی رو باید سرزنش بکنه؟ مقصر اصلی این ماجرا نه خامنه ای است، نه خمینی، نه فرزندان مقاومتن، نه در ایران است مقصر اصلی و نه چیزی از این دست. مقصر اصلی فردی هست به نام حسین ابن علی. 1400 سال پیش اتفاقاتی رخ داده، بازی چرخیده چرخیده چرخیده، به امروز رسیده است در شرایطی که ایرانی ها خود را پرچمدار او معرفی میکنن و یارانی که در کنارشون هستن. یعنی مقصر بازی الان از نگاه غرب یه کسیه که محاکمش هم نمیتونه بکنه. باید چیکار بکنه؟ باید تفکرشو بزنه. باید تفکر مقاومت که تفکر حضرت سید و شهداست و برکت داشته است برای ما، داره حوزه تمدنمون رو کمک میکنه احیا بکنه، داره حرف از این میزنه که این تفکر باید زده بشه. میخوایم بریم گزارش رو با هم بخونیم از نوام چامسکی. ده ها نفر مثل اینو میخوام برای شما بیارم، میتونیم صحبت بکنیم. نوام چامسکی رو دارم بهش اشاره میکنم به عنوان یک اندیشمند، به عنوان یک فیلسوف آمریکایی، داره اینجا درباره هلال شیعی حرف میزنه. 15 سال این داستان از اتفاقاتی که امروز داره میفته عقبه، چون اینا اون موقع میگفتن هلال شیعی رو جلوشو بگیر، الان میگه سنی‌ها رفتن با هم رفیق شدن با ایران با شیعه ها و دیگه اصلا مسئله هلال شیعی نیستش، ماجرا متفاوت‌تر شده. میدونید من چرا اینو دارم روش تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه میخوام بدونید گزارشی که داریم با هم بررسی میکنیم از تحولات میدان عقب مانده. اینا رو نوشتن که این بازی مدیریت بشه، تو چنگشون بیاد، نشد، ورق برگشته. بریم گزارش رو بخونیم. نوام چامسکی، استاد دانشگاه آمریکا، زبانشناس و منتقد سیاست خارجی آمریکا، در کتابی که با عنوان دخالت ها منتشر کرده است به این اشاره کرده بیشترین ذخایر انرژی خاورمیانه در منطقه ای است که آن را
به عنوان هلال شیعی میشناسیم. این هلال شیعی منظورش شیعه روی صحبت و نقاطی رو دارید مشاهده میکنید. عبدالله اردنی میگفت باید جلوی ایران رو بگیریم چون دست این نقاط رو داده به هم و میتونه اتفاقات خطرناکی علیه ما رو رقم بزنه. عبدالله اردنی کیه؟ رفیق فابریک این خانواده بحرین فروشه. باباش رفیق فابریک اینا بود. وقتی که اینا سرنگون شدن صدام به ما حمله کرد، اولین گلوله تانک رو به اعتراف وزیر امور خارجه صدام بابای عبدالله اردنی به سمت ما شلیک کرد. تو عروسی که اخیراً توی اردن گرفتن، مادر این بچه شاه و این خانواده دعوت کرد. ببین اینا چه ضد ایرانی هایی بودن که عبدالله اردنی که میگه برای مهار ایران باید تلاش بکنیم که جلوی این روند رو بگیریم، با اینا رفیق بوده. بریم گزارش رو بخونیم. میگه توی این منطقه ای هست که ما به عنوان هلال شیعی میشناسیم. کنترل ایران بر این هلال وحشتناکترین کابوس برای آمریکاست. تنها کشورهایی که نتوانستند خود را با واشنگتن هماهنگ کنند ایران و سوریه بودند و لذا هر دو دشمن هستند و ایران مهمتر است. میگه عراقو که زدیم با خاک یکسانش کردیم. فکر میکردن مثلا ماجرا بعد از صدام عراقی میشود در راستای منافع آمریکا. بعد میگه الان اونایی که مونن سوریه و ایرانه. اینها بر هلال شیعی مسلطند و بر هلال شیعی و مدیریت آن چیزی که بر آن میگذرد اشراف دارند. باید کمر اینا بشکنه. 15 سال با سوریه جنگیدن یا نه؟ 15 سال با سوریه جنگیدن به خاطر اینکه سنگر بعدی ایران بشود. به چه دلیلی؟ به خاطر اینکه میگه هلال شیعی هر چقدر گسترده تر بشه، هر چقدر قوی تر بشه، به لحاظ مالی، به لحاظ معیشتی، به لحاظ امتیازهای مختلف، به لحاظ استراتژیک، به لحاظ اینکه جغرافیاشون گسترده تر بشه، به نفع ایرانه. چیکار دارن میکنن با باورهای مذهبی ما؟ ببینید فضای مجازی رو نگاه بکنید، چقدر بی‌رحمانه دارن اینها رو میزنن. بالاخره آقا اونا که این صحبت ها رو دارن گوش میدن و داریم با هم دیالوگ میکنیم، من در قالب این برنامه، شما در قالب کامنت، یه سری آدم باسوادیم، آدم بزرگیم، نشستیم دور هم دیگه، باورهای یک ملت رو به خاطر چی دارن میزنن؟ آقا به خاطر اینکه این باورها باورهای بدی است، ملت ایران از این آسیب دیدن. خب اگه تو مرد حسابی از این آسیب دیده باشی و دشمن آمریکا باشی، که اون باید اینو ترویجش بکنه که نباید بیاد باور تو بزنه، که باید کمک بکنه توسعه پیدا بکنه این باور غلط در بین تو، که تو با کمک همون بزنی بخوری از درون پوسیده بشی. نه، اینو تهدیدی در مقابل خودش میداند، در شرایطی که ایران رو دست و پاش توی منطقه بسته بود، نهنگ ما رو انقدر به ضربه زده بود که شده بود گربه. میگه این داره احیاشون میکنه. بریم ادامهش رو بررسی بکنیم. نفوذ ایران در هلال شیعی تلاش آمریکا را بر کنترل منابع انرژی خاورمیانه به چالش میکشد. دارن تلاش میکنن بین شیعیان ایران بی‌اعتبار بشه. تو لبنان تشیع لندنی وقتی که توی ایران بی‌اعتبار شد، دست و پاشو جمع کرد، از ایران رفت بیرون، الان البته داره کارایی میکنه، به شدت متمرکز شده بر لبنان. کدام لبنان؟ لبنانی که با 1001 بحث و 1001 نکته میشناسیم، یا لبنانی که اندیشکده های آمریکایی میگن وقتی قاسم سلیمانی شهید شد، بیشترین سرچ وصیت‌نامه قاسم سلیمانی در فضای مجازی مربوط به لبنان بوده است؟ این لبنانو داره میگه، این لبنانو داره میگه. میگه شیعیانش این شکلی بودن، اینو باید باورش رو عوض بکنه، باید بزنه، باید از ایران جدا بکنه، باید یه کاری بکنه. باکو اصلا نفهمه شیعه یعنی چی. مثلا فیلم هایی که از خیابانهاش منتشر میشود، بزن و به رقص باشه، علیف و زنش وسط وایسادن، دیدید فیلم های اخیر باکو رو؟ درسته، وسط وایسادن دارن میزنن و میرقصن. بعد همه مراسم های مربوط به حضرت حسین ابن علی رو هم در باکو ممنوع کردن. به چه دلیلی؟ به خاطر اینکه آقا اینا دارن دستاشونو به دست هم میدن. اگر دست ها به دست هم داده بشود، امپراتوری اینجا راه میفته، تمدن اینجا راه میفته. بعد اینا آدم های با وجودی هن، اینا با دل و جگرن. حضرت حسین تفکر مقاومتش بر با وجود بودن و با شرافت بودن اینها دمیده و افسوده. اون وقتی کسی جلو اینا نمیتونه بگیره. تو چه شرایطی ناتوانی در گرفتن جلو اینها ترسناکه؟ وقتی بر منابع انرژی خاورمیانه مسلط هستن، آن هم در شرایطی که آمریکا به این منابع نیاز داره. آقا فهمیدی چی داره اتفاق میفته؟ هر یه نفری تو خیابونها این روسا حضور پیدا بکنه در راستای ترویج اندیشه حضرت حسین ابن علی که ایران و شیعه امروز از آن سود میبرن، بدون اینکه خودش بفهمه سیاهی لشکر یک اردوگاه آخر و زمانی شده، که این اردوگاه چنبره زده بر اقتصاد عالم، بر انرژی عالم، بر سرمایه عالم، در حالی که آمریکا به اونها نیاز. بریم ادامه شو بخونیم. گفته که منابع مهم انرژی جهان در مناطق شیعه نشین خاورمیانه، شمال، جنوب عراق، مناطق همجوار عربستان سعودی که عمدتاً شیعیان برش مسلطن، و همچنین ایران قرار دارد. علاوه بر آن ایران دارای ذخایر عظیم گاز هم هست. بدترین کابوس واشنگتن این است که یک ائتلاف شیعه
کنترل مهمترین ذخایر نفت جهان را مستقل از آمریکا بر عهده بگیرد و آمریکا در این نبرد شکست بخورد. چنین بلوکی میتواند به سازمان همکاری های شانگهای که ایران عضو ناظر آن است و همچنین سازمان امنیت انرژی آسیا بپیوندد. ببین چه نگاهی داشته، امروز اینا داره محقق میشه، ایران داره به اینا میپیونده. اون موقع میگفته اگر به اینها بپیونده اتفاق ترسناکه. چرا ترسناکه؟ به خاطر اینکه غرب در شرایطی که در سراشیبی سقوط است به چالش کشیده میشه. اینو 15 سال پیش تو کتابش نوشته ها، یعنی 15 سال پیش از نظر این کار غرب تموم شده بوده. میگفته این اتفاقات اگر رخ بده میتونه سیر بحران رو سریعتر بکنه. حالا من با این بخشش کاری ندارم، نکته ای که من میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه، میگه که ملک عبدالله پادشاه اردن در سخنان، دیدگاه ها و حرفهایش درباره تشکیل هلال شیعی از ایران تا لبنان اینها را نفی کرده است. وی که چند سال پیش درباره تلاش ایران برای ایجاد آنچه که وی آن را منطقه هلال شیعی در منطقه خاورمیانه نام می نهاد هشدار داده بود، در میزگرد انجمن جهانی اقتصاد در داووس تمام آنچه را که درباره تشکیل این هلال گفته بود رد کرد و گفت آنچه باید از آن هراس داشت استراتژی است که منجر به تشکیل فتنه شیعه سنی می شود. اینا به خودشون اومدن، دیدن حماس تو شرایطی که اینا فلسطین رو ول کردن، غیرت و شرافت را حکام عرب طلاق دادن، چون نگاه کردن دیدن زورشون به رژیم صهیونیستی نمیرسه، گفتن زانو بزنیم. نه این شکلی نیست، اگر رفیق باشه، سنی باشه، با وجود باشه و حضرت سید الشهدا رو دوست داشته باشه و امام حسین رو دوست داشته باشه، نسل جدید بچه فلسطینی، عمده فیلم هایی که ازشون منتشر میشه دارن میگن به تأسی از او و به الگوگیری از او میخوایم بزنیم به دل اینا. عمده اینها در مسجد الاقصا که مورد هجوم قرار گرفته بودن خیبر خیبر یا صهیون میگفتن. آقا این شعارا به ما خیلی نزدیکه، اینا همونایی که ما میخوایم گفته بشه. از آن مرحله ای که آنها میگویند بازی گذشته، حول چه کسی؟ حول شخصیتی بین المللی به نام حسین بن علی که ایران داره بازی رو باهاش پیش میبره. و من یک نکته خدمت دوستانی عرض بکنم، چون توی دو سه تا برنامه قبل در بخشی از شبنامه گفتم میخوام با کسایی صحبت بکنم که خیلی شاید باورمند نباشن. اینجا میخوام با کسایی صحبت بکنم که اینا باورمندن. این چند وقته که توهین کردن به امام حسین توی توییتر و این ور اون ور، تلاش کردن به محرم حمله کنن، تلاش کردن این مراسم ها رو بزنن، اینا سرخورده شدن، ناراحت شدن. من چند تا نکته میخوام خدمت این رفقا و خطاب به این رفقا بگم. ببین اگر همه هم جمع شدن و شروع کردن به تخریب، توهین، تمسخر و اعتبار زدایی از مسئله عاشورا و محرم و چیزای از این دست، تو اگر ایرانی هستی، اگه ایران برات مهمه، اگه امام حسین هم برات مهمه، یعنی هم باورای دینیت برات مهمه، هم کشورت برات مهمه، یه کاری بکن. تو در همچین شرایطی فقط یه چیزی رو ترویج بکن: حسین، حسین، حسین. تو الان نمیفهمی چی کار داری میکنی ها، تو داری یه حرفی رو میزنی، اون میشنوه میگه، اون که با تمراه میشه تو آفریقا داره میگه، تو قبیله رفته یه قبیله پیدا کردن، من نمیدونم کی رفته رو اینا وقت گذاشته. واقعا اینا اصلا هیچیشون شبیه مثلا انسان‌های امروزی نیست، دارن احادیث مربوط به ماها رو میخونن، با ما همراه شدن. تو مالزی و اون کشورهای اونور اتفاق افتاده، تو غرب اتفاق افتاده، تو آمریکا، تو کانادا، در جاهای مختلف. تو فقط این حرفو بزن، همین کلمه رو بگو، کلمه حسین را بگو، همه اونهایی که دارن به این تفکر و به این باور و به ایران ضربه میزنن، هیچ اسمی از اینها در تاریخ نخواهد موند. همونطور که 1400 ساله فقط کلمه حسین ابن علی شنیده می شود، تا قیام قیامت این اسم هست و این پرچم هست و اردوگاه حسین ابن علی ایران است که پرچمش در اهتزاز خواهد ماند. سرخورده نشید، ناراحت نشید از این بی احترامی هایی هم که این چند وقته توی توییتر این ور اونور کردن، شما دلخور نشید. اون کاری که اگر می خوای این پرچم بالا بمونه، اگر بر این باور هستی که ایران مساوی است با حسین ابن علی و اگر بر این باور هستی که قرارگاه حسین ابن علی ایران است، اون کاری که باید انجام بدی اینه: به پرشور بودن این مراسم ها کمک کن. دیدی این چند وقته چقدر سعودی اینترنشنال ها و اینا عصبی بودن، اصلا باورش نمیشد تو ایران انقدر پرشور مراسم برگزار بشه. به پرشور شدنش کمک کن، به قشنگ برگزار کردنش کمک بکن، به دیده شدن این مراسم کمک بکن. کاری نداشته باش بقیه چی میگن. آقا اصلا باورمند هم نیستی، حتی اگر باورمند هم نیستی، اما تو این مرحله فهمیدی که ایران داره از این برگه برنده خوب استفاده میکنه، از این که یک نفر به تعداد کسانی که زیر این پرچم اضافه بشون غافل نشو. تو مراسم ها سعی کن باشی، ولو این که 5 دقیقه، با حفظ تمامی اون شونات و خط قرمز ها و اون چیزهایی که باید رعایت بشه، تو این مراسم شیک آدم حسابی مشی باش.
از نظر خودت اتفاقی نیفتاده، یه شاید یه کاریه که خیلی دیده نشه. رو درک آن کسانی که دارن منطقه را رصد میکنن، 80 سال آقای منطقه ما بودن، اثر مستقیم داره. اینا رو حیرت زده کرده، اینا رو خسته کرده، اینا رو کلافه کرده. ما با پرچم خودمان، بدون اینکه حرف پیچیده‌ای بزنیم، بدون اینکه کار خاصی انجام بدیم، باورها رو فتح خواهیم کرد. امروز نزدیک 50 تا کشور داره این مراسم ها رو برگزار میکنه، 8000 نقطه در دنیا داره برگزار میکنه. غرب برای فستیوال های خودش، برای مراسم هایی که برگزار میکنه، برای جشنایی که میگیره، برای کارهای از این دست، برای پمپاژش به عالم داره هزینه میکنه. چیزی هم در مقابلش نیست که بتونه جذابیت داشته باشه. فقط من یک مدلی را در مقابلش روی میز گذاشتم، فقط من در مقابلش حرفی برای گفتن دارم، فقط من هستم که 1400 سال با خودم اینو توی تاریخ کشیدم که همه ازش یه درس بگیرن، از سایه هیچ سرنیزه‌ای نترسن. هر کسی مستکبر باشه، هر چقدرم رسانه داشته باشه، همین یه پیام براش درسه. من دوست دارم این پیام رو ترویج بکنم در بین خودم و رفقای خودم و کسانی که نظارگر ما هستن. و ما از قبل این مسیر هست که به یاری حضرت الله، همونطوری که در گزارش‌های غربی‌ها داریم می‌بینیم، خودمان و یارانمان را به عنوان یک قدرت به عالم تحمیل خواهیم کرد. تحمیل خواهیم کرد و خیلی ها رو با خودمون به یاری حضرت الله همراه خواهیم کرد. من طولانی‌ترش نمی‌کنم، فکر می‌کنم تا همینجا کافی باشه. اگر رفیقی کسی بحثی داشت، حرفی داشت، حتما در قالب پیام برای من بفرسته، کمک بکنید که این گزارش با پیام‌های شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستیم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.